هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا روز پنجشنبه 23 فروردین ماه برابر با 11 ماه آوریل یا اپریل در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه بازشناسی باورها. عرض درود و سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. خب از روز 13 ماه رجب که مصادف بود با تولد علی بن ابی طالب خلیفه 4 جهان اسلام و امام اول شیعیان و مبنای مشروعیت این نظامی که متاسفانه بر ایران ما حاکمه، یعنی امام اول شیعیان، مباحثی رو آغاز کردیم پیرامون تحلیلی بر زندگانی علی بن ابی طالب، منتها با محوریت مسائل مربوط به دوران خلافت و سعی کردیم پلی بزنیم میان آنچه که حکومت علوی داشت با آنچه که امروز هم حکومت علوی دارد، منتها از این علی تا آن علی فاصله بسیار زیاد، اما ارزش‌ها بسیار نزدیک، افکار بسیار نزدیک و سرانجام جامعه و نتایج و اهداف اون هم نزدیک. همان گونه که اهل کوفه در ادبار به سر می‌بردن، امروز متأسفانه ایران ما هم در همین وضعیت. همان گونه که هر دم صدای جنگ و جمع شدن در نخیله به گوش می‌رسی، امروز هم میبینید که هر لحظه صدای ناموس جنگ در جامعه و ایران ما برپاست. دلیلش ایدئولوژی است، همان ایدئولوژی که علی بن ابی طالب رو مجاب میکرد دیگران رو تحت عنوان کافر، منافق، محارب و انواع و اقسام این عناوین مورد تعرض قرار بده. سیاست های جمهوری اسلامی هم بر اساس همان ایدئولوژی همان نتایج رو به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که ما در فلسفه سیاسی بارها اشاره کردیم آنچه که سرنوشت جامعه رو تغییر میده افکار مردم، یعنی باید ارزش ها دگرگون بشه. به جای جنگ کردن برای اعتلاء دین و کلمه حق، به سمت تساهل و تسامح و رواداری حرکت. به جای کشتن افراد به خاطر عقیده، به سمت تساهل و رواداری و پذیرش اندیشه های متفاوت و متعدد و متنوع بریم. وگرنه نتیجه همان گونه که از کوچه پس کوچه های کوفه صدای زجه زنان بلند بود، امروز هم در ایران ما هست. همان گونه که کوفه یتیمانی داشت که حالا بنابر قصه های شیعیان نیاز بود کسی یک گونی بر پشت بگذاره و به درب منزل اونها بره تا اونها از نظر معیشت در مضیقه نباشن، امروز ایران ما هم بورخواب و کارتونخواب و کولبر و سوختبر و همه مشاغلی که متاسفانه دون شأن انسانیست رو متاسفانه باید تحمل بکنه. و این به خاطر همان تفکری است که بر ذهن ما حاکمه. حکومتی 40 سال قبل توانست ما رو فریب بده. مردمی نتوانند تشخیص بدن نتیجه یک تفکر منجر به چه فجایعی خواهد شد، طبیعیه. زمانی بیدار خواهند شد که صدای اذان هر لحظه در حال گرفتن جان مردم. خب پیشتر ما اشاره کردیم حکومت علی در کوفه مقدماتی رو در درون خودش داشت که منجر شد به یک حکومت ترور، یعنی یک حکومت وحشت. نخست این که خود علی خلق و خوی خشونتبار داشت، خشن داشت و ما در جای جای زندگی او این رو دیدیم، ذکر کم کردیم. اخیرا هم من دیدم در ایران یک آخوندی به نام پناهیان صحبت از این کرده که پیامبر اسلام چنین بوده، علی خشن بوده و خیلی ها بهش حمله کردن. که آقای حرفی که شما میزه یعنی چی؟ اتفاقا سخنان آقای پناهیان کاملا درسته.
اما خب برای مردم جامعه مذهبی گفتن یک چنین حرفی با اون ریاکاری و تزویر خود اجور در نمیاد، چون ما باید افرادی رو که محترم هستن از نظر ما خوب جلوه بدیم. حالا ممکنه با حقایق تاریخی همخوان نباشه، من برای همین عرض کردم ما یک علی ایدئولوژیک داریم، یک علی تاریخی داریم. علی تاریخی کسی است که ما داریم بر روی اسناد اون رو میخونیم، علی ایدئولوژیک علی است که شریعتی ها و بازرگان ها و افرادی مثل روحانیون نو اندیش و گروه های دیگه دارن به شما نشون میدن. یک علی که با ارزش های مدرن ساخته شده، اما اون علی که در تاریخ مضبوط هست داستانش همین است که الان خدمت شما عرض میکنم. در کنار این دیدیم حکومت علی برآمده از یک منبری است که بر روی اون خون ریخته شده، کودتاگرانی که علی رو به قدرت میشونن، خب طبیعی است که دست بالا رو هم داشته باشن. همین دلیل اتکا به نیروی نظامی شاید شما رو به قدرت برسونه، اما هیچ وقت شما رو به آزادی و اختیار نمیرسونه، چون اونها از نیروی اسلحه خودشون برای هدایت سیاست های شما استفاده میکنن. نقش همین کودتاگران رو دیدیم در داستان جنگ بصره یا جمل و البته بعدن هم خب در این اوضاع و احوال میبینیم مالک اشتر و دوستانش. سومین مسئله ای که اهمیت داره کشتن افرادی مسلمان در درون جامعه اسلامی که تا آن زمان رخ نداده بود و در نتیجه سبب شد که بسیاری مشروعیت اندیشه های علی و عقاید او رو زیر سوال ببرن، که چگونه میتوان اهل قبله رو کشت، چگونه میشه طلحه و زبیر رو کشت، چگونه میشود با مسلمانان به عنوان کفار برخورد کرد. اینا سوالات بزرگی ایجاد کرد. در کنار این انشقاق در عراق، یعنی جایی که میان بصره و کوفه به واسطه جنگ جمل یک انشقاق عجیبی ایجاد شد، یعنی علی که میخواد برای جنگ به شام بره نیاز داره به نیروهای بصروی، اما الان دیگه اون توانایی بسیجگری رو دیگه از دست میده. حتی بسیاری از کوفیان هم از اون ناراضی هم به خاطر این رفتار. در کنار این در درون کوفه هم او با مخالفان خودش به نحوی برخورد میکنه که ما فرازهایی از اون رو خواندیم، امروز هم فقراتی رو خواهیم خواند تا نشان بدیم در یک چنین جوی حاکمی که مشروعیتش متزلزله، نتیجه‌ای که بعدها خواهد گرفت تنهایی خواهد بود. یعنی کسانی که تحلیل میکنن مسائل سیاسی رو باید دقت بکنن نتیجه بلا فاصله بعد از عمل یا علت رخ نمیده، ممکنه در امر سیاسی زمان ببره چون عوامل متعددی دخیله. ما همین مسئله در مورد انقلاب ها هم داریم، بحثایی که داریم ادامه میدیم به دلیل برنامه های علی اندکی مورد تاخیر قرار گرفت، اما ادامه خواهیم داد اون برنامه ها رو. یعنی شما فکر نکنید انقلاب یک شبه رخ میده یا با یک علت رخ میده، نه، حاکم زمانی مشروعیتش رو از دست میده، زمانی بیاور میشه، زمانی تنها میشه که مجموعه ای از علل و عوامل در کنارش قرار میده. اندیشه فولک عوامانه و عوامگرایانه هم همینه، که تحلیل یک واقعیه اجتماعی و سیاسی رو به یک علت نسبت بده و اون هم ساده ترین علت و از قضا چیزی هم که مربوط به ما نباشه، دامن ما پاک بشه، ما مبرا باشیم. شما الان برید از آخوندهای شیعه سوال بکنید بگید چرا علی تنها ماند، جواب ساده است، یک جون، کوفیان بیوفا بودن دیگه. بقیه عواملی که ما داریم تحلیل میکنیم ظاهرا محلی از اعراب نزد اونها نداره. برید بگید چرا جمهوری اسلامی اینقدر وضعیت کشور رو به ادبار و بدبختی کشانده، ولایون بلا فاصله شروع میکنن نقش صهیونیسم و امریکا و فریب خوردگان. یعنی سید علی هیچ کاری نیست، ما ولایون پاک و پاکیزه ایم، سیاست های ما غلط نیست، اشتباه نیست، همه عوامل خارجی هست. این توهم توطئه یا تئوری توطئه یکی از ویژگی های ما ایرانیانه، در فرهنگ سیاسی ما کاملا وجود داره. پاکترین دست دست خود ماست،
همه آلوده هستن به غیر از ما، به غیر از سیاست های ما. صبح تا شب همه در حال نقشه کشی هستن که وضع ما رو خراب کنه. اما نگاه بکنید میبینید این وضعیت خراب حاصل سالها سیاست بده. چرا سال 57 انقلاب شد؟ چون خمینی مردم رو گول زد. راحت، داستان تمام. یه عده تو گوادلوب جمع شدن، این آقا رو نخواستن بردن. به همین سادگی. وقتی صحبت از اندیشه فولک یا عوامانه می کنیم، صحبت سر این هاست. تحلیل سیاسی زندگانی علی از این رو اهمیت داره که ما ریشه های پدیده‌ای رو بشناسیم که نتیجه اون می شود تنهایی. نتیجه آن می شود ضعف. زمانی که علی برای بار دوم بعد از جنگ نهروان میخواد حرکت کنه به طرف صفین و شام، بیش از 40 نفر در نخیله جمع نمیشن، یعنی کاملا تنهاست. و خودش هم تو نهج البلاغه می نویسه و اقرار میکنه، البته نهج البلاغه نوشته اون نیست، جمع آوری سید رزیست، ولی در اونجا نوشته است که میگه فرمان من از کوفه هم بیرون نمیره. یعنی فرمان روایی که فرمانش از یه شهر بیرون نمیره، خریدار نداره. خب دلیلش فقط این نیست که مردم چنینن، نه، این مردم بر اثر سیاست هایی به این روز میفتن که ما داریم تک تک اونها رو بررسی میکنیم. خب اشاره کردیم علی وارد کوفه شده، با گروهی از مخالفان خودش به شدت برخورد میکنه، اونها رو تهدید میکنه و سعی میکنه خانه اونها رو خراب کنه که ما دیدیم در نوبت پیشین، امروز هم ادامه میدیم. شیخ مفید در امالی به تهدید قبایل کوفه از سوی علی میپردازه. ببینیم چه میگه. روایت پنجم، مجلس چهلم، صفحه 387. این مجلس چهلم من عرض کردم در گذشته فکر میکنم یک بار، امالی مجموعه است که گوینده یعنی شیخ مفید مثل مجالس درس یا همین برنامه که الان مثلا ما داریم، سلیمانی صحبت میکنه، یه عزیزی آن طرف مینویسه اینها رو. به این میگفتن امالی، مثلا مجلس چهلم یعنی چهلمین مجموعه از جلساتی که شیخ مفید داره املا میکنه و دیگران اون رو انشا میکنن، مینویسن. روزی آن حضرت فرمود قبیله غنی و باهله و چند قبیله دیگری را که نامشان را برد، یعنی چند قبیلهی که در کوفه بودن، نزد من فرا خوانید تا سهمیه خود را بگیرند. سوگند به آن کس که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، آنان هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند و من در جایگاه خودم سر حوض کوثر و مقام محمود گواهی می‌دهم. مقام محمود مقامی که من جا شفیع هستم. البته می‌دونید علی اینا رو نمی‌گفت، اینا شیخ مفید سعی می‌کنه بیشتر آب و تاب بده، آره، امامشه میخواد رو موجه هم نشان بده. اما بقیه روایت منطبق با اصل تاریخی است. مثلا امروز هم همینه. شما اگر نگاه بکنید یک نفر کتاب تاریخی می نویسه، مثلا می نویسه علی علیه السلام، راوی نمی گفت علی علیه السلام، اما به خاطر احترامی که اخیراً برای این افراد قائلن یه این اضافه می کنن، مورخ اضافه می کنن. اصل مطلب رو داشته باشیم. گواهی می دهم که اینان دشمنانی بودند در دنیا و آخرت و چنان قبیله غنی را کیفر دهم که قبیله باهله از ترس خود را خراب کند و اگر حکومتم پا بگیرد، چون عرض کردم تازه وارد کوفه شده داره این خط و نشانه را می کشه، و اگر حکومتم پا بگیرد همانا قبایلی را به قبایل دیگر و قبائل دیگری را به قبائل دیگری برهم زنم. یعنی شروع میکنم جنگیدن با قبائل رو، اونایی که با من مخالف، و خون 60 قبیله را هدر دهم که هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند. در صفحه 387 و
388 کتاب اعمالی شیخ مفید. به متن روایت دقت کنید، به محتواش نظر داشته باشید. کسی وارد کوفه شده، حالا یه سری افراد هستن که میگن آقا ما با تو هم نیستیم و علیه تو هم نیستیم، فشار به قدری زیاده که اونا من کوفه رو ترک میکنن که خواندیم. جزئی از افراد قبایل هم وجود دارن که با علی ناسازگارن، نه اینکه بر علی او بجنگن، ناسازگارن، مثل غنی باهله و دیگران. علی میگه من خون 60 قبیله رو هم اگر نیاز باشه میریزم، چون اینا بهری از اسلام نداره. در چنین سیستمی شما فرض کنید، حالا دیگه نظام قبایلی نیست اما گروه های مختلف هستن. جهان مدرن در یک جامعه ارگانیک گروه های مختلف اجتماعی هستن با عقاید مختلف، سلایق مختلف. اگر علی ابن ابی طالب بود زنده بود میگفت هر کی ولی فقیه رو قبول نداره، هر کی من رو به عنوان امام قبول نداره، بهره خوب از اسلام نداره دیگه. قرآن میخونن، قبلشون یکیه، به یه پیامبر باور دارن اما سیاست منو قبول ندارن، مثل داستان طلحه و زبیر. میگه من خون 60 تا قبیله رو نیست. ریختن خون قبایل برای این افراد خیلی عادیه، چون با ایدئولوژی که اونها قبول دارن تطبیق نمیکنه. پس ابایی هم ندارن از ریختن خون گروه های مختلف. در درون چنین سیستم هایی است که مهاجرت صورت میگیره، نخبگان میرن یا از ترس جانشونه که با نوشتن یه مقاله ای، یک ادعایی بلافاصله ببرن در زندان کشته بشن، یا از ترس مصادره اموالشونه، یا وقتی جامعه رو میبینن که به انحطاط میره برای سرنوشت فرزندانشون کشور رو ترک میکنه. این قبایلی که میبینیم کوفه رو ترک کردن، علی رو ترک کردن، حاصل سیاست های علی است. میگه مردم نترسن، خب شهر خودش رو ترک نمیکنن. مگه ایرانیانی که امروز خارج از کشورن دوست دارن در خارج از کشور باشن؟ همشون دوستان تو کشور خودشون باشن، مملکت آباد باشه، آزاد باشه، در همون مملکت باشه. چرا مملکت رو ترک کردن؟ بیش از 8-9 میلیون ایرانی که امروز در خارج از ایرانه برای چی؟ به چه دلیل؟ به چه عنوانی؟ چون اجازه فعالیت داده نمیشه، اجازه آزادی داده نمیشه. حکومت ترور نتیجهش میشه خروج نخبگان، خروج اندیشمندان، خروج سرمایه های مالی. یا علی گو یا علی جو، نتیجهش میشه همین مملکت. در کوفه علی این قبایلی که میتوانستن در کنار او باشن رو ترک کردن، اشخاصی که میتونستن به او کمک بکنن از پیرامون او پراکنده شدن به خاطر نگاه ایدئولوژیکش. من حقم، همه باطلن. من فکر میکنم، همه اطاعت کنیم. من میزنم و میکشم، شما تحمل کنیم. و در درون اون سیاست وقتی حق و باطل رخ میده، هر کسی با من نیست بر منه. در نتیجه فضای ترور، رعب و وحشت ایجاد میشه و در نتیجه شما مجبورید کشور رو ترک کنید، سرمایهاتون رو بگیرید و برید. کوفه زمان علی برشکسته بود، مثل جمهوری اسلامی الان که برشکسته. تحلیل کنید ببینید چه اندازه قبایل استخاندار کوفه کوفه رو ترک کرده، چه شخصیت های برجسته ای از کنار علی رفتن. بعد متوجه میشید که سیاست های جمهوری اسلامی وقتی امروز هست، عجیب نیست که نخبگان مملکت رو ترک میکنن. در هر کجا باشه همینه. هر کجا شما کشوری رو ببینید نظامش استبدادی تره، توتالیتر تره، خشن تره، تروریست تره، طبیعیه که مردم اون مملکت رو ترک میکنن، میرن. خب وقتی علی فرمان میده برای
این که میخوایم بریم به طرف شام. یکی از این رئیس پلیس های رؤسای شورتش، مالک ابن حبیب یرموی تمیمی، اگه یادتون باشه ما یک روایت رو خواندیم که علی وارد کوفه شد، گفت کسانی که از یاری من دست کشیدن بینا دشنام بدید. این آقای مالک ابن حبیب گفت یا امیرالمومنین اگه اجازه بدیم ما گردنشون رو بزنیم. یعنی دوروبر یک چنین اشخاصی، یک چنون اشخاصی هم شکل میگیرن. یعنی یک پدیده بسیار مهم نیست مسئله استبداد. شما یه آدم خشن پیدا میکنی، بعد گروه هایی که با اون نسبت دارن دورش جمع میشن، چون از قبل اون میتونن به خیلی چیزا برسن. نزد اون آقا هم با اون خصوصیاتی که داره هر کی خشنتره عزیزتره. شما دوربر سید علی خامنه‌ای نگاه بکنید، هر کی جنایتکارتر عزیزتر، هر کی آدم کشتر عزیزتر، هر کی منتقدتر باید سرش رو زیر آب کرد. خونها یک در کتاب راه بردگی یه مطلبی داره که چگونه بدترین ها در صدر قرار میگیرن. اگه روزی فرصت بشه من این رو خواهم خوان. نگاهی داره به آلمان نازی، ایتالیای فاشیسم، که چگونه افرادی مثل آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی از درون یک جامعه یاران مناسب خودشون رو پیدا میکنن. یعنی اگر شما دیدید دوروبر سلیمانی چهار تا آدم عرازل و اوباش هست، بدونید خلق و خوی سلیمانی هم با اونها منطبقه، وگرنه نمیتونه با اونها تعامل بکنه. اگه کسی آمد گفت سلیمانی خودش خوبه ها، دوروبریاش بدن، این دقیقا کسیست که نفهمیده داستان چیه. دقیقا در ایتالیا و آلمان نازی همین فکر رو میکرد، میگفتن بابا اینا درست تون رو هم. موسولینی پیراهن مشکی داره، هیتلر اس آ داره، بعد شد تبدیل شد به اس اس و پیراهن قهوه‌ای ها، ولی اینا رو باید مشارکت داد. اینا خودشون آدم های بدی نیستن، بیان در مجالس شرکت بکنن، گروه های خودشون داشته باشن. گاهی نظام قضایی همراهی میکرد با اینها، با آدولف هیتلر، برای او تخفیف مجازات گرفتن. دادگاه های ایالت باواریا در منطقه شهر مونیخ. پادشاه ایتالیا ویکتور ایمانوئل سوم چشمشو بر روی اعمال موسولینی بست. زمانی که نمایندگان او آمدن به یک نماینده مجلس رو کشتن. نه خودش خوبه، اما اطرافیاش بدن. مزخرف این حرفی که یک نفر میتونه بزنه همینه. علی خوبه، بقیه ها تون روان. نه خیلی، اینا یه احساس امنیتی میبینن که دور و بر اون شخص جمعن. اون شخص هم سعی میکنه به نحوی با اینا بازی بکنه، چون به کارش میان. مالک اشتر به کار علی میان. حالا ما میخونیم امروز تهدیدهای این افراد رو. اول بریم سراغ این آقای مالک ابن حبیب. زمانی است که علی میخواد بره به طرف صفین، به مالک ابن حبیب میگه که مردم شهر رو جمع کن، میخوام حرکت کنیم. ایشون هم اعلام میکنه هر کی نره من گردنشو میزنم. پس معقل ابن قیس ریاهی در حضورش برخاست و گفت ای امیر مؤمنان، به خدا سوگند که کسی جز سست اعتقاد بدگمان از تو عقب نمیماند. یعنی از همون اول ارزش گذاری ها و برچسب زنی ها شروع میشه. برچسب زنی ما در جرم شناسی هم این رو داریم، مقدمه خشونت. یعنی اگر دیدید کسی به یکی گفت فاسد، محارب، مفسد، منافق، شما بدانید که اگر روزی قدرت دست این آقا قرار بگیره، با همون برچسبی که به شما زده مجازات هم تعیین خواهد کرد. معقل ابن قیس که حالا بعدا داستان برده فروشی او رو هم خواهیم خواند، یکی از سرداران علی است. وقتی علی میگه میخوایم بریم صفین، میگه هر کسی که
با شما بیرون نیاد، ما میفهمیم که منافقه. و جز منافقی با تو تعلل و تفره روا نمیدارد. و به مالک ابن حبیب بفرمای که جاماندگان را گردن زند. از دیدید مغلب قیس و مالک اشتر رو؟ ادامه بدیم داستان. علی گفت من دستور خود را به او داده ام و او انشاءالله در کار خود کوتاهی نمی کند. حالا اینجا دیگه نمیگه دستور علی چیه، ولی میگه که به مالک دستور دادم. حالا رفتار مالک نشان میده که دستور علی چه بوده. این نقلی که من خواندم در صفحه 185، اما نقلی که کار مالک رو نشان میده در چند صفحه قبله. مالک ابن حبیب مردی را که از بسیج با علی گریخته بود بگرفت و گردن زد. یعنی همون دستور گردن زدن رو ظاهرا علی به مالک داده بود. خلاصه جمعشون جمعه، این تفکرات همون جوری هم که دور هم میتونن زندگی بکنن. این خبر به قوم او رسید و به یکدیگر گفتند نزد مالک رویم و از او سخن بکشیم، باشد که به قتل او اقرار کند، زیرا وی مردی حیران و نادان است. از این رو نزد وی آمدند و گفتند ای مالک، منظورش مالک ابن حبیب عربی است، تو آن مرد را کشتی؟ گفت به شما بگویم همان گونه که ماده شتر بچهش را نوازش می کند، او را که فراری از جبهه بود نوازش کردم. از نزدم دور شوید، خدا روسیاهتان کند. صریحا به شما میگویم من او را کشتم. در صفحه 195 از کتاب وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقلی. خب جواب دقت بفرمایید. در کوفه نبردی رو میخواد را بندازه، هر کسی به جبهه جنگ اعزام نشه ما میکشیمش، گردنش هم میزنیم. زمانی که حرکت، این میخوام جبهه ترور رو به شما بینندگان عزیز نشان بدم که در جای جای حکومت علی شما جبهه ترور میبینید. اخیرا دیدید این داستان فراخوان نظامی که پوتین داده بود به جوانان روسیه که بیان به جنگ اوکراین، خب خیلی ها فرار کردن. حالا پوتین دیگه گردن نمیزد، ولی یک جنگی رو راه انداخت، گروه های مختلف رو بسیج کرده به اینجا. اگر دیدید روزی جمهوری اسلامی جنگی رو راه انداخت و بعد اعلام کرد که هر کی به جنگ نره ما گردنشو میزنیم، این هم سنت علوی است. منتظر چون این روزهایی حالا امیدوارم نباشیم، ولی اگر بودید و دیدید ما زنده نبودیم، بگویید سلیمانی امیری نامی روزی آمد و گفت اینا سنت علی است، در درون ایدئولوژی اینا مجازه. همین روایت ها رو میخونن، میگن کسی که وارد جنگ با اسرائیل و عراق و امریکا و انگلستان نشه منافق است به ولی فقیه. همان گونه که مالک ابن حبیب یربوعی تمیمی گردن زد ما هم میزن. سپاه علی حرکت میکنه به یه منطقه به نام رقعه میرسه. در آن منطقه مردم پل رو خراب میکنن بنابر نقل‌های تاریخی. سپاه علی وقتی میرسه میبینه که خب پل خرابه و حالا باید عبور بکنن از اونجا. مالک اشتر میره به سمت مردم رقعه، اونا رو تهدید میکنه. ببینیم چه میگه. شما فرمان او را سهل انگاشته تمرد کردید، والله که اگر در این امر تکاهل نمایی، یعنی کاهلی بکنی، شمشیر بکشم و شما را جمله بکشم و مال و عیال شما را به غارت و تاراج بدهم. یعنی میگه اگه پلو برام نسازی ما با شما این کار را خواهیم کرد. اهل رقعه از آن تهدید بر خود بترسیدند و با یکدیگر گفتند
اشتر سخنی نگوید که بدان وفا نکند. پس میبینیم این در صفحه 522 کتاب الفتوح تعصم کفر. در واقع فضای رعب و وحشت در درون حکومت علوی وجود داره. اما ممکن سوالی پیش بیاد. ما در نوبت گذشته یه مسئله رو گفتیم و آن این که آیا همه افرادی که در سپاه علی بودن چنین بودن؟ آیا در ابتدا آدم های دارای وجاهت نبودند که رفتارشون یک الگو باشه؟ اتفاقا میخوام به یکی از اون شخصیت هایی که در ابتدای خلافت علی به کار گرفته شد و برخلاف علی رفتار کرد و اتفاقا سیاست مناسبی داشت اشاره بکنیم، بعد شما تفاوت ها رو ببینید. زمانی که علی به خلافت رسید، خب منطقه مصر یکی از مناطق بسیار مهم بود، چون شام در شمال از دو طرف، یکی عراق که کوفه و بصره بود و دیگری از مصر تهدید میشد. علی سعی میکنه قیس بن سعد بن عباده خزرجی رو بفرسته اونجا به عنوان والی. یک آدمی است مدنی، یعنی جز قریش نیست. پدر او سعد بن عباده در داستان سقیفه بنی ساعد جز بزرگان خزرجه، یه آلترناتیوی بود برای جایگزینی ابوبکر. و خود او، یعنی پسر او قیس، هم به عنوان رئیس پلیس یا یکی از نزدیکان پیامبر اسلام محسوب میشد. آدمی بود اهل بخشش، شاخص، و علی او رو برمیگزینه در ابتدای کار. اما دقت بفرمایید، آنچه که سیاست‌های علی است با سیاست‌های این مرد چگونه هست که بعد علی او رو برمی‌داره و خب نتیجتاً مصر هم از دست میره. ببینیم این داستان خیلی آموزنده است برای ما. اینو از ابن ابوالحدید می‌خونیم در شرح نهج البلاغه. کمی طولانی است اما بسیار مهم. میخوایم تطبیق بدیم که کسانی بودند یک جامعه ملتهب رو بتونن به خوبی اداره بکنن، اما علی مرد این کار نبود و دیدیم چگونه کوفه رو به التهاب کشون با همین سیاست هاش. علی بعد از خلافت او را در سال 36 به مصر فرست. در مصر محمد ابن ابی حذیفه که مردم را بر قتل عثمان تشویق میکرد والی. این محمد ابن ابی حذیفه، پدر او ابو حذیفه، یکی از شخصیت های متقدم هست در جهان اسلام. یک بار پسر که نمیشه گفت، یک برده ای داشت سالم مولای ابی حذیفه که ایرانی الاصل بود، بسیار شخص شاخصی هم بود. برخلاف اینکه ما ایرانی فقط سلمان فارسی رو میشناسیم، نقش اون سالم مولای ابی حذیفه خیلی برجسته تر بود تا سلمان که بعدا آمد در بعد از دوران بدر، یعنی در جنگ احد و خندق و اونها دیگه مسلمان شد، منتها در جنگ احد شرکت نداشت چون هنوز برده بود. سلمان فارسی در جنگ خندق آمد، اما سالم مولای ابی حذیفه کسی بود که در مکه مسلمان شد و به عقیده من یکی از معلمین محمد هم میتوانسته او و دیگر افراد باشه. محمد ابن ابی حذیفه پسر اوست. وقتی پدرش کشته میشه، او در خانه عثمان بزرگ شد. از عثمان مقام خواست، گفت منو به جای منصوب کن و اینها. عثمان او رو منصوب نکرد و بعدم به خاطر شرب خم او رو حد زد. و محمد ابن ابی حذیفه بر علیه پدرخوانده خودش شد، یعنی عثمان، و در مصر مردم رو تحریک میکرد که برید و عثمان رو از خلافت برد. بعد از کشته شدن عثمان، محمد ابن ابی حذیفه که با عبدالله ابن با محمد ابن ابی بکر با هم دوست بودن، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر که والی عثمان در مصر بود بیرون میکنن. حالا علی قیس ابن سعد ابن عباده رو منصوب میکنه، میگه تو برو اونجا. قیس ابن سعد وارد مصر شد و از همه، خوب این نکته دقت بفرمایید، و از همه توایف بیعت گرفت مگر از طایفه‌ای که متعلق به یزید ابن حارث از بنی کنانه بود. او به قیس گفت
همانا ما بر بیعت تو در نیاییم. پس کارگزارانت را گسیل دار که سرزمین سرزمین توست، ولیک ما را به حال خیش قرار ده تا بدانجا که کار مردم می رود بنگریم. یعنی در واقع گفتن که آقا ما با تو بیعت نمی کنیم، ولی ما را به حال خودمون بذار، نه با تو جنگی داریم نه چی. ببینیم ما کار مردم به کجا کشیده میشه. یعنی دقیقا یک طایفه هایی در درون مصر هم بودن که بعد از قتل عثمان به سوالاتی داشتن، مثل مردم کوفه، مثل مردم بصره. حالا ببین قیس چگونه با اونو رفتار میکنه. و قیس ابن سعد دارای دوراندیشی و صاحب نظر بود، از این رو به کسانی که کناره گرفته بودن پیغام فرستاد: من شما را بر بیعت اجبار نمی کنم، ولی شما را وامی گذارم و دست از شما بردارم. پس با آنان و مسلمت ابن مخلد از در آشتی در آمد و خراج گرفت و احدی که با او منازعه کند باقی نماند. یعنی خیلی راحت حتی مخالفین رو هم پذیرفت، گفت هیچ ایرادی نداره، نه به شما حمله میکنم نه شما با من حمله کنید، در پرتو حکومت من حتی اگه بیعت هم نکردید زندگیتون رو بکن. ابراهیم گفت و علی علیه السلام به سوی جمل حرکت کرد در حالی که قیس بر مصر والی. زمانی که قیس در مصر هست، این قسمتش خلاصه بگم، معاویه و عمرو بن عاص فکر کردن که خب قیس آدم شاخصی است و حضور او در مصر به این سادگی ها نمیتونه ما رو به خیال راحتی بگذاره و علی بعد از جنگ جمل به طرف ما میاد. بیایم کاری بکنیم که قیس رو از مصر برداریم. شروع میکنن به جعل نامه که بله قیس با ما بیعت کرده، میخواد بیاد طرف معاویه و از علی روی گردان. جاسوسان علی این خبر رو به او میرسونن که بله در شام شایعه شده که قیس ابن سعد با معاویه و عمرو عاص کنار آمده. این آقا هم بدون اینکه واقعیت رو بفهمه، حالا جدا از اینکه شیعه میگه علم لدنی دارد و این داستان ها، عبدالله ابن جعفر او رو تحت فشار قرار میده که آقا این آقا رو بردار. بسیاری برگشتن و گفتن که خب ممکنه این خبر غلط باشه. علی به او یک دستوری میده که بسیار عجیبه. دقیق بفرمید ادامه بحث رو. پس هنگامی که نامه قیس به معاویه رسید ناامید گشت، چون نامه نگاری کردن، معاویه به قیس وعده داد و او به طرفش نرفت و جایگاهش بر او گران آمد، چون قدرت و سنفرازی شجاعت و سختی امر او را بر خویشتن میداند. در اینجا علی سعی میکنه با قیس مکاتبه بکنه و نامه نگاری. قیس شرح واقعه رو به علی مینویسه. نامه رو بخونیم. اما بعد، همانا آگاهت میسازم ای امیر مؤمنان، خداوند تو را اکرام دارد و عزیز گردان. همانا نزد من مردانی هستند که از بیعت کناره میگیرند و از من درخواست میکنند که دست از آنان بدارم و به حال خیش رهایشان سازم تا امر مردم به صلاح آید و بیاندیشیم و بیاندیشند. منتظر بمونیم همه به بیعت درک. و رأی من بر این قرار گرفت که از آنان دست بدارم و در جنگ با آنان شتاب نکنم و در این میان با آنان از در الفت درآیم. باشد که خداوند قلبهایشان را اقبال آورد و از گمراهیشان جدای سازد اگر خدا خواهد. و سلام. حالا شما جواب نامه علی رو نگاه بکنید. یک نامه معقولی رو قیس می‌نویسه. کسانی که با ما مخالفن با ما جنگ ندارن، بنابراین منم گذاشتم به حال خودش تو آرام آرام بپذیرن حکومت ما رو. حالا خیلی به اون نامه می‌نویسه. اما بعد، پس به سوی آن قومی که یادآور شدی حرکت کن و اگر در آنچه مسلمانان بدان داخل شدن، یعنی بیعت کردن، داخل گردیدن، در غیر این صورت
با آنان کارزار کن و سلام. یعنی میگه که برو اگه بیعت کردن که کرد، اگه نکردن اونو بجنگ. رئیس متعجب میشه. ده علی دوباره نامه می نویسه. اما بعد ای امیر مؤمنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می دارند و دستی بر فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می دهی؟ میگه بابا تو داری منو میفرستی به جنگ کسایی که با تو مخالف هستن، اما جنگی را ننداختن، فتنه ایجاد نکردن، بعد من میرم اونو بجنگم. همین روش علی در کوفه بود. دقت فرمودید؟ جایی که فقط بین دو گزاره و گزینه مردم مختار بودن، یا با منی، اگه با من نیستی پس بر منی. در مورد والی مصر هم داره. دیدید این داستان هایی که یه عده بر میکشن، نامه به مالک اشتر، نامه مالک اشتر، این نامه های جعلی. حالا ما بعدا این جعلی بودن داستان نامه مالک اشتر رو هم برای شما خواهیم گفت که داستان از کجا آغاز شد و چگونه نامه ساخته شد. این بچه شیعیان، روحانیون شیعه، این داستانهای واقعی تاریخی رو نمیخونن برای شما. اون عهدنامه مالک اشتر رو میخونن که سید رضی نوشته آورده در نهج البلاغه، که به مالک اشتر توصیه کرده، تازه اونم خونریزتری مثل نام مالک اشتر، که اگر مردم با تو مخالفن، برادران تو هستن، با اونها کاری نداشته باش، به مظلومان بره، صدای نمیدونم فلان رو بره. داستانهایی که همش برای منبر گفته میشه. اما ازشون سوال کنید مصر چگونه از دست رفت؟ دلیل برداشتن قیس ابن سعد ابن عباده چه بود؟ شرح نهج البلاغه است که ابن عبدالحدید آورد. شما تعارض سبک کار رو ببینید میفهمید. شما یک نویسنده‌ای یه آثاری داره، 5 جلد 6 جلد آثار داره، شما وقتی یه سندی نگاه بکنید میفهمید این مال این نویسنده هست یا نیست، کلماتش، سبک کارش، نوع گفتارش همخوان هست یا نیست. سبک کاری علی رو شما در طبق این اسنادی که ما در این روزها آوردیم نگاه بکنید، از چندین منبع. آیا عهدنامه مالک اشتر که بحث مدارا با کفار و گروه های مختلفه با سبک کاری علی همخوانه؟ واقعا این آقا که اون حنظله کاتب رو رحم نمی کرد، جریر ابن عبدالله رو رحم نمی کرد، عربد ابن ربیعه ها و قبایل مختلف کوفه رو، اینجا این نامه رو می نویسه. پس طبیعی یکی از اینا جعلیست. آیا اون عهدنامه مالک اشتر که فقط در کتب متأخر آمده وجود داره، که سید رضی ها و دیگران سعی کردن به شکل زیبایی اون رو بیارن که نشان بدن علی چگونه بوده یا نبوده، یا این منابع تاریخی متقدم که نصر ابن مزاحم ها و ابن اسلام کوفی ها و دیگران آوردن؟ رئیس متعجب شد، گفت اینا کاری با تو ندارم، بعد شما من دستور میدی برم با اینا بجنگم؟ پس ای امیر مؤمنان، از من اطاعت کن و از آنان دست بدار، همانا نظر درست رها کردنشان است و سلام. رئیس گفت آقا نظر منو بپذیر، این کارو نکن. عبدالله ابن جعفر به علی میگه که این آقا دیدی برش دار، چون فرمان تو رو اطاعت نکرد. برادر مادری خودش یعنی محمد ابن ابی بکر رو میفرسته اونجا. حالا این آقا کیه؟ محمد ابن ابی بکر، پیشتر عرض کردم محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر از اسماء بنت امیسه. زمانی که ابو بکر فوت میکنه، اسماء بنت امیس زن علی میشه و محمد ابن ابی بکر وارد خانه علی میشه. از کودکی در خانه علی بزرگ شد. خب ایشون رو میفرسته. عبدالله ابن جعفر برادر محمد ابن ابی بکر از سوی مادرش بود و دوست می داشت که امارت و حکومت از آن او باشد.
پس علی علیه السلام محمد ابن ابی بکر را به دلیل محبتی که به دو داشت و میل برادرش عبدالله ابن جعفر نسبت به او بر مصر گماشت. بعدن همین علی نشون میده که محمد ابن ابی بکر آدم شایسته‌ای نبوده، یعنی مملکت رو دادن دست پسرخوانده فقط به خاطر اینکه بهش علاقه منده و یکی دیگه سفارشش رو کرد. و چون علی او را عزل کرد، منظورش قیسه، خشمگین شد و از آنجا خارج شد و به سوی مدینه روی آورد و به جانب علی در کوفه نرفت. قیس ناراحت شد از رفتار علی. محمد ابن ابی بکر میره در مصر، شروع میکنه تحریک مردم رو که یا باید با ما بیعت بکنی، در غیر این صورت من با شما میجنگم. مصر ملتهب میشه، معاویه ابن حدیج و دیگران شروع میکنن به جمع‌آوری نیرو. محمد ابن ابی بکر حالا نامه مینویسه به کوفه به علی که آقا اینجا شلوغ شده، شما برای من نیروی کمکی بفرست. حالا علی تو کوفه میخواد سخن بگه. علی علیه السلام بر ما نماز گذارد، پس چون از آن پرداخت گفت: همانا لغزشی کردم که عذری برایش نیست، به زودی فراست پیشه کنم و در آن به قوت بمانم و آن امر پراکنده گسیخته را جمع آورم. پس گفتیم: تو را چه شده ای امیر مؤمنان؟ گفت: من محمد ابن ابی بکر را بر مصر گماردم و او برای من نوشت که به سنت دانشی ندارم، یعنی حتی علوم ساده اسلامی رو هم بلد نبود اینا. پس در نظام علی شایسته سالاری وجود نداره، فامیل سالاری وجود داره. در جمهوری اسلامی هم شما دارید میبینید فامیل سالاری، پسرخوانده خودم رو حتی اگر به فنون مملکت داری هم آشنا نیست یه جایی میدیم. حالا اگر بعدن در زمان علی مصر از بین رفت، از دست علی بیرون شد به خاطر همین سیاست های غلط محمد ابن ابی بکر، مملکت ما هم به همین روز افتاده. جایی که شایسته سالاری نیست، پیشاوند سالاریه، افراد غیر متخصص وقتی در مراکز تصمیم گیری قرار میگیرن کاری میکنن که مملکت از دست میره، اعتبار از دست میره. پس تعجب نکنید حکومت علی هم شایسته سالار نبود، فامیل سالار بود. او هم مصر رو به خاطر همین فامیل سالاریش از دست داد. از این رو برای او نامه‌ای نگاشتم که محتوای آداب و سنت بود و او کشته شد و نامه را بردند. بعد ادامه میده که جنگ و مسائل از این دست رخ داد و مصر علیه محمد ابن ابی بکر خراب شد. در این حال خبر شورش آنان علیه او به علی رسید. پس گفت: برای مصر جز یکی از این دو مرد را شایسته نمی‌بینم. رفیقمان که دیروز برکنارش کردیم، یعنی میگه که دو نفر بیشتر شایسته مصر نیستن، یکی همون قیس بن سعده که من برکنارش کردم، یا مالک بن حارث اشتر. خب قیس بن سعد که رفت برای مدینه، این سیاست غلط رو شما دقت بکنید، حاکم نالایه کسیست که تصمیمات غیر کارشناسی میگیره، میگه که پشیمان میشه، اما خب دیگه چه سود وقتی مصر از دست رفت. علی برای اشتر نوشت: اما بعد، همانا تو از جمله آنانی که بدانان به اقامه دین پشت گرمم و به وسیله آنان نخوت گناهکاران را نابود سازم و بدانان شکافهای دهشتناک را پر کنم و من محمد ابن ابی بکر را بر مصر گماردم. سپس خوارج علیه او خروج کردند و او البته خروج نکردن، خودش باعث شد. یعنی خوارج منظورش خارج شدگانه، نه به معنای کسانی که در جنگ نهروان بودن. جنگ نهروان هم حاصل سیاست غلط علی در صفین بود. یعنی ببینید نیروهای انقلابی، نیروهای مخالف حکومت یک شبه به وجود نمیان، یه علتی وجود داره. مملکت بی جهت ملتهب نمیشه، یه علتی وجود داره. شما نمیتونید دائم آدم بکشید اما دادخواه به وجود نیاد، نه، خانواده کشته شدگان زنده هن. اونها دیگه با شما
مصالحه نمی کنن. جمهوری اسلامی که یک نفر رو میکشه فکر میکنه خب تمام شد، در حالی که نه، با کشته شدن یک نفر اعضای خانواده او، بستگان او، نزدیکان او یه نیروی انقلابی میشن دیگه. شکاف و عداوت و کینه، بغضی که میان شما هست دیگه ترمیم نمیشه. مستبدان نمیفهمن این چیزها رو، فکر میکنن اگر یکی رو فلک کردیم داستان تمامه، یکی رو زندان کردیم داستان تمامه، چهار نفر رو کشتیم داستان تمامه. نه، وقتی شما در مصر گروهی وجود دارن که بر علیه شما نیستن، حالا شبهاتی هم دارن، مشکلاتی هم دارن، مسائلی در ذهنشون هست، میگن آقا به ما مهلت بده. خود مدارا کردن شما نشانه مشروعیت شما خواهد بود، اما وقتی میخوای دست به شمشیر ببری او هم بر علیه شما قیام میکنه. به همین دلیل محمد ابن ابی بکر رو وقتی گرفتن، معاویه ابن خدیج و عمرو ابن عاص و دیگران، او رو در پوست الاغ گذاشتن سوزاندن. این سرنوشت دیکتاتور هاست، سرنوشت جنگ افروزانه. همون لحظه به نتیجه ممکنه نرسه، اما هر روز در حال ساختن نیروهای انقلابی و زمانی هم افسوس خواهید خورد اگر بخورید، آن اون منظورم دیکتاتور هاست، که دیگه فایده ای نداره. کسی که میگه صدای انقلاب شما را شنیدم، خیلی دیر شنیدید، کما اینکه علی هم خیلی دیر شنید، سید علی خامنه‌ای هم خیلی دیر میشه، و اصولا دیکتاتورها خیلی گوش ناشنوایی دارن. آن زمانی که میگن نکن، طرف میگه نخیر من کارم درسته، اما زمانی که مملکت از دست رفت، علی میفهمه که کار خطایی کرد، حالا میخواد بیاد جبران بکنه. مملکتی که در دست نیروهای دشمنت هست به سادگی فتح نمیشه، و ما میبینیم که مالک اشتر هم کشته میشه. با توجه به این، خب اتمام برنامه رسیدیم، فقط خواستم نشان بدم این سیاست رعب و وحشت جوابگو نیست برای همیشه، و باعث میشه نزدیکان شما بروند، فرمان شما فقط محدود به نزدیکان خودتون باشه، همیشه در ترس و دلهوره و واهمه به سر ببرید، و چه بسا مملکت از دست بره. این سیاست علیست که بعدا ما میبینیم تک و تنها میشه و قادر به دفاع از سرحدات خودش هم نیست. این بحثاییست که در آینده ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز که این فرصت رو برای ما فراهم کردن. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق و پیروز باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.